سلام به همه و مخصوصا سلام به ایرانی های عزیز. امروز میخواستم راجع به یک تکنولوژی صحبت بکنم، راجع به یک ایده و یک نوآوری که از چند سال پیش تو زندگی ما رخنه کرده و ما باهاش کلن درگیر شدیم و یک چیزایی رو به ما داده و یک چیزایی رو در عوض از ما گرفته و یک خواب مصنوعی رو برای ما درست کرده و شاید یک سری ها بدونن و خیلی ها ندونن، ولی اون یک سری هایی هم که میدونن نمیتونن عزیزانشون و دوستانشون رو از این خواب بیدار بکنن و در نهایت یک سونامی خیلی بزرگ یا یک موج فوق‌العاده بزرگ داره سمت ما میاد و ما ازش بی‌خبر هستیم. امروز راجع به سوشیال مدیاها و کلن راجع به وسایل ارتباط جمعی جدید میخواستم صحبت بکنم که از همون اول که بخوایم حساب بکنیم دیگه مثل بحثای قبلیمون نمیخوایم ریز بشیم تو سالها ماها، چون میتونم بگم به سختی به دو رقم برسه، ولی خب بیسش رو بخوایم حساب بکنیم اون موقع شاید به جدی الان نبود. بازم از یاهو مسنجر شروع شد و یاهو 360 که افراد با هم دیگه در حال چت کردن و تبادل نظر بودند و خیلی ها توی ایران با این قضیه خاطره دارن از هر نوعی و از هر بودی، که یواش یواش پیشرفته شد و به فیسبوک رسید و نظیر اون دیگه بخوایم حساب بکنیم تا بیایم جلوتر یواش یواش خیلی از کمپانی‌های دیگه سوشیال مدیاهای کوچیک زدن، مثل گوگل، مثل یاهو که بعد می‌خواست ارتقا بده، خیلی از این سوشیال مدیاها زده شد شبیه فیسبوک، ولی نتونستند مثل فیسبوک دووم بیارن و همه از دور این رقابت رفتن کنار و بعد اینستاگرام اومد، بعد توییتر اومد و خیلی چیزای دیگه شبیه این. بله، همین سوشیال مدیاها اگر توجه بکنید از وقتی که اینا اومده به شدت مطالعه ما در کل بخوام بگم اومده پایین. ما رو یک سری افراد تیتر خون کرده، یعنی ما بیشتر از یکی دو خط نمیتونیم بخونیم. تحقیق ما همون چیزایی هستش که داریم اون تو میبینیم، حالا از هر نوعی بخواد باشه، و یک سری افراد هستن که کلی تبلیغ میکنن راجع به زندگیشون، راجع به علایقشون، که به قولی بولد شدن و درشت شدن بین ماها و ما اصلا نمیدونیم که این افراد کی هستن و فقط باهاشون از طریق این برنامه ها ارتباط داریم و اونا شدن الگوی زندگی ما. دقیقاً با همونا فکر میکنیم و با همونا تکرار میکنیم و هیچ ایده و خلاقیتی از خودمون نداریم و برای بیشتر بچه های ما و بیشتر جوان های ما هر کاری که اون افراد بکنن ملاک میشه برای زندگی اونها. این اپلیکیشن ها
میتونستن خیلی بهتر از این استفاده بشن، میتونستن با آموزش استفاده بشن، ولی مثل مهمونای ناخونده اومدن تو زندگی ما و زندگی ما رو کلن دگرگون کردن. اگر بین افرادی که دورمون هستن توجه بکنید، معلومات عمومی، مطالعه آزاد به شدت افت کرده و میتونم به جرئت بگم بعد از آموزش مدرسه‌ای یا بگم یا دانشگاهی به ندرت پیش میاد که ما آموزش دیگه ای رو ببینیم، شاید فقط در حد یک زبان باشه و دیگه هیچ آموزشی در کل تو زندگی ما نیست. بله، کسایی هستن که همیشه در حال آموزش دیدن، تحقیق کردن و مطالعه آزاد کردن هستن، ولی برای بیشتر افراد مخصوصا تو جامعه ما این اتفاق نمیفته و در کل میتونم بگم، باز هم به آمار و ارقام ریز نمیشم، کتاب خوندن در جامعه ما حتی و حتی میتونم بگم همه جا بیشتر شده. نخوندن کتاب خیلی داره عین یک ویروس بین ماها پخش میشه و بیشتر مطالعات ما تو این اپلیکیشن ها و سوشیال مدیا هاست. بالای چند نفر از هنرپیشه ها، خواننده ها یا در کل سلبریتی ها موقعی که در مورد مطالعه ازشون سوال میکنن میگه مطالعه‌ای به اون صورت ندارم، ولی اخبار سوشیال مدیا ها رو چک میکنم و مطالعاتم و تحقیقم و مطالب علمیمو بیشتر از اونا میخونم و از اونا استفاده میکنم. و در کل بازم تکرار میکنم، کتاب خوندن از بین ماها کلن داره میره بیرون و چیزی به اسم کتاب خوندن در جاهایی که ما داریم زندگی میکنیم مرسوم نیست و اکثرا یک مستطیل کوچیک به اندازه کف دست یا بزرگتر همه دستشونه و دارن از اون استفاده میکنن و معلوم نیست این سونامی چه بلایی سر ما بیاره. و میتونم بگم بچه های ما از بازی هایی که تو این سوشیال مدیاها تولید شد و به پلی استور رسید، اکثر بچه های ما کم حرف، کم حوصله، عصبانی و به طور خیلی زیاد میتونم بگم پرخاشگر، بله کم حرف، کم حوصله و پرخاشگر، و اینا بیشتر اوقاتشونو با یک تبلت و با یک گوشی دارن میگذرونن و کمتر گوش میدن و کمتر آموزش میبینن و کمتر در محیط پیرامون خودشون رشد میکنن. حتی میتونم بگم بچه های الان هیچ نوع بچگی نمیکنن. دنیای این بچه ها یک اتاق ساکت و یک مستطیل کوچولو به هر اندازه‌ای، به اندازه گوشی یا تبلت، و چیزهایی رو میبینن که الان به دردشون نمیخوره و تو اون سن نباید ببینن، ولی دارن میبینن و دارن تجربه میکنن. به قدری دیده هاشون زیاد شده که نسبت به همه چی بی‌حس شدن، نسبت به همه چی خونسا شدن.
و حتی اگر توجه بکنید بچه‌هایی که حتی اسباب بازی میگیرن، اسباب بازی‌های کوچیک، نهایت یک روز یا دو روز اونو استفاده میکنن و میذارن کنار و یک نوع جدیدتر میخوان. اینا همش اتفاقاییه که از بعد از استفاده از این سوشیال مدیاها داره میافته و در آدم بزرگا به یک طریق دیگه، به یک حالت دیگه. اگر مطلبی رو اونجا ببینن و اونجا بشنون، ذهن اونا به طور خودکار تکرار میکنه و انگار ما آدما یادمون رفته که هر کدوممون یک مغز داریم به صورت جداگونه و از اون باید به صورت انفرادی استفاده بکنیم، آموزش ببینیم، تحقیق کنیم، مطالعه آزاد بکنیم. آموزش دیدن یعنی استارت زدن در مورد شناخت یه چیزی و تحقیق کردن که ببینیم چه ابعادی داره اون موضوعی که ما داریم راجبش تحقیق میکنیم و چه کسایی راجب اون تحقیق کردن. مطالعه آزاد کردن در هر نوعی و در هر حالتی اگر مناسب سن هر فردی باشه براش مفیده و ما در کل و میتونم بگم کل آدم ها هر چقدر محیط اطرافشونو و جایی که دارن زندگی میکنن و بشناسن، اونجا کیفیت زندگیشون بالاتر میره. یک مطلبی هست راجع به اثر مشاهدگر که تو اثر مشاهدگر میگه دید هر کسی نسبت به درک خودش از اطراف خودش و دنیای خودشه و این اطراف ما و دنیای ما در کل فقط در حد سوشیال مدیا هاست و در اون حد بیشتر جلو نمیریم و اینه که یک سونامی خیلی بزرگ داره میاد، یک سونامی خیلی شدید که معلومات عمومی ما رو داره کم میکنه. اکثرا ما اگر توجه بکنید فراموشکار شدیم. به ندرت پیش میاد که یک شماره تلفن رو حفظ بکنیم. وظیفه حفظ کردن شماره تلفن هم به عهده گوشی‌های ماست و در اثر مطالعه نداشتن فراموشکار شدیم، کم حوصله شدیم، یک صفحه کتاب نمیتونیم بخونیم، یک صفحه، بله یک صفحه، و به جایی رسیده که کارشناسای این قضیه میگن از 2 خط شروع بکنید، از 5 خط شروع بکنید. ببینید به کجا رسیده که میگن از 2 خط، 3 خط، 5 خط شروع بکنید که عادت کنید به مطالعه کردن، چون این مغز دیگه عادت کرده به نگاه کردن و شنیدن و هیچ آمادگی واسه تحقیق کردن نداره. تحقیق ما بازم تکرار میکنم به اون مطالبی هستش که ما در سوشیال مدیاها و در اینترنت ببینیم. هیچ تحقیق شخصی نداریم و یک سری ها اگر دانشجو باشن و یک سری ها در مقاطع پایین تر بخوان مدرکی بگیرن و بخوان
یک تحقیقی رو در همون مدرک بخوان ارائه بدن، تحقیقشون فقط برای گرفتن اون مدرکه، ولی به اندازه دلهورهی که اون میخوان اون مدرک رو جمع بکنن و اون معذرت میخوام اون تحقیق رو جمع بکنن و برای گرفتن مدرکشون ارائه بدن، دیگه هیچ تحقیق دیگه ای نمی کنن و به همون اندازه دلهوره و به همون اندازه استراب برای ارائه اون تحقیق، برای گرفتن مدرکشون، دیگه برای تحقیق کردن هیچ دلهوره ای ندارن و نتیجهش دنیای ما میشه که اکثرا نسبت به اطراف خودمون بی اطلاع هستیم و فوق‌العاده آسیب پذیر راجع به اتفاقهایی که توی زندگیمون میفته و نمونش همینجور که دارید میبینید تو رشته های مختلف، توی رشته های مختلف اگر اتفاقی بیفته مثل پزشکی، مثل مهندسی و کلن علمی هوافضا، از توانایی ما خارج میشه. نمونش همین ویروس کرونا یا کووید 19 که توی دنیا پخش شده و هیچ کس کاری نمیتونه بکنه و بهانه این که این ویروس نوظهوره به خاطر این که روخونی کردن و به خاطر تحقیق و حتی میتونم بگم تحقیق درست نکردن راجع به رشته هایی که ما داریم میخونیم این اتفاقا میفته و حتی من میتونم بگم زمین خودمون رو نمیشناسیم، جایی رو که داریم زندگی میکنیم به صورت کامل نمیشناسیم، ولی میخوایم از این زمین بزنیم بیرون و فضای بیرون رو بشناسیم. حتی تحصیل کرده هامون فخر فروشی میکنن، اونایی که مدرک دارن، چه پزشک، چه مهندس و هر نوع دیگه‌ای که مدرک داره و به یک درجه رسیده، فخر فروشی هم میکنن، در صورتی که یک جمله معروف جلوی اونا همیشه هستش و جلوی چششون همیشه باید باشه که ما هنوز نمیدونیم که چقدر نمیدونیم. بله، ما هنوز نمیدونیم که چقدر نمیدونیم. اگر که به این درک برسیم که هر کدوم ما یک مغز جداگونه داریم و با اون مغز جداگونه خودمون میتونیم جداگانه فکر بکنیم، جداگانه آموزش ببینیم، جداگانه تحقیق کنیم و جداگانه مطالعه آزاد کنیم، و در کل از این قبیل این اتفاقهایی که داره میفته بتونیم جلوی اونا رو کمتر بگیریم، جلوی این بلایا رو کمتر بگیریم و فقط علم ما برای تخریب کردن، ضرر زدن به محیط زیست و ضرر زدن به اطراف خودمون و آدمهایی که دورمون دارن زندگی میکنن نباشه. اگر ما به این مطلب برسیم که نمیدونیم که چقدر نمیدونیم، وقتی نمیمونه که به هم آسیب برسونیم و از این تحقیق کردن میتونیم به خیلی جاها برسیم
که الگوریتم یا ماهیت انرژیمون رو عوض بکنیم، الگوریتم یا ماهیت تکنولوژیمون رو عوض بکنیم که بتونیم با کیفیت بهتری تو این دنیا زندگی بکنیم. و این لازمش برای تک به تک ما آموزش، تحقیق و مطالعه آزاده. و در کل بازم تکرار میکنم، ما نمیدونیم که چقدر نمیدونیم. این نظرها همه نظرهای شخصیه و اینا رو بازم مثل همیشه در حد خودم و در حد یک کانال کوچیک میتونید قبول بکنید. و در نهایت انتخاب در نوع زندگی و در نوع کیفیت زندگیتون باز هم به عهده خودتونه. امیدوارم که این بحثم به دردتون بخوره و بتونید ازش استفاده بکنید. تا یک ویدیو دیگه و یک بحث دیگه و به قولی یک تحقیق دیگه، موفق باشید.